در زم افغانم حواستون باشه زیر این پست گوه زیادی نخورید. در زم افغانم حواستون باشه زیر این پست گوه زیادی نخورید. در زم افغانم حواستون باشه زیر این پست گوه زیادی نخورید. کسکش بی ناموس خارکستا آدرس بدید. کسکش بی ناموس خارکستا آدرس بدید. لعنت بر استاد افغانی، لعنت بر استاد افغانی، لعنت بر استاد افغانی، لعنت بر استاد افغانی. ساختن خارجی ها را و دختر ایرانی را آورده که بیا سر افغانای مرشخند بزن اینا را قضاوت بکن. ایده کدام کتاب است؟ ای چی مفهوم داره که تو یک خارجی را بیار ویدیوهای افغان خودت را بنداز پیشش و بگو که ای رقم ای رقم ای رقم. اما تو یک انسان چی میگین شما؟ بیننده‌های عزیز سلام، امیدوارستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین. من ولی محمدی هستم و شما بیننده چینل وی ام تی وی هستین. دوستان عزیز، این برنامه من هم کمدی است و هم متاسفانه توهین‌هایی که بعضی از ایرانی‌های عزیز و ما افغان‌ها کردن می‌خوایم که اونا رو به شما معرفی کنم و همچنان برادر و بچه مامای یک خانومی که از چینل کمزاد پویا صحبت میکرد، فکر میکنم امو خانومی که از اول از چینل سردار نظری صحبت میکرد بعد آمد به ما بناورد که من از چینل ما صحبت بکنه و من بلاکش کردم و بعد از من رفت و کمزاد پویا پناه برد. میخوایم که فامیل اونا که به افغانها توهین کرده و همچنان خودش اینا رو برای شما نشر بکنم. شما در ابتدا دیدین که اینمی خانم میگه که لعنت به 100 افغانی و 200 افغانی و مچم چقدر افغانی. خوب است که حداقل تمام افغانستان و تمام افغانها رو نگفتم و 100 افغانی و 200 افغانی افغانی را گفته. البته ایره شما میتونم قضاوت بکنین که چرا گپ زده. من اینمی ویدیو را از طریق یک دوستم به دستم آمد و توهین دیگه بیاین شما همون ویدیو رو یک بار دیگه ببینید دوستان عزیز. لعنت بر استاد افغانی، لعنت بر استاد افغانی، لعنت بر استاد افغانی، لعنت بر استاد افغانی. بله دوستان عزیز، این همان خانمی هست که از چینل کمزاد پویا وطن فروش و سگ سپاه پاسداران ایران. فعلا ایران هستم، شهر تهران. کدام کس مشکل داره به واتساپ مسیج کنم آدرس خود را بتم که به تازگی رفته ایران و میخواه که برای حکومت ایران کار بکنه بر علیه نظام افغانستان و نفع طالبا، یعنی خواستش حکومت ایران. شما اگر ویدیوی کثافت دیده باشین، آمده بود لایف و از ایران صحبت میکرد و پشت از این موضوع بسیار گپای است. درست است که کمزاد پویا مثل یک مگس میمونه، هیچ ارزشی نداره در جامعه، منتها البته ما میخوایم یک بگویم که امی ملت ایران پیش و پیش از گپای ما خارج است و ما فقط با حکومت و رژیم آخونده کثافت ایران مقابل هستم، نه ملت شریف ایران. خواهش میکنم که اگر شما ایرانی هستید یا افغان هست فرق نمیکنه، برای تون غلط فهمی پیش نیاید. ما هیچ وقت در صحبت های ملت شریف ایران قاطی نمیکنم و اینمی که کمزاد پویا را سپاه پاسداران ایران خواسته ایران که بتونه از این کثافت سوء استفاده بکنه و اینمی زنم جاسوس اینمی سپاه پاسداران ایران بود، اینمی که از چینل کمزاد صحبت میکرد، به این معناست که شهزاد ارزش مگس هم نداره برای ما افغان ها و ایران، منتها به خاطر اینکه بیننده زیاد داره در چینلش میخواد که ازش سوء استفاده بکنه و افغان ها را توسط اینمی کمزاد پویا به یک جهالتگاه بکشه که بتون ازش سوء استفاده بکنه و بتون افغانستان خرابه بسازه، که من در ویدیوهای بعدی حتما بالای صحبت میکنم. ولی این برنامه یک برنامه است که واقعا پیام خاص نداره، فقط میخوایم که چهره اینمی کثافت پویا جاسوس ایران و همچنان او زنکه جاسوس سپای پاسداران، من نمیفهم که او زن است یا ترنس است. اینجا یکی از دوستان ایرانی ما نوشته کرده بود که او ترنس است و او میشناختش، که من باز یک ویدیو را برای شما میمانم، البته در کامنت نوشته کرده بود، من نمیتونم تایید بکنم یا رد بکنم، منتها امو شخص نوشته کرده بود دربارش. شما بیاین این ویدیو دیگر هم دوستان عزیز ببینین. آقای کچله، به قول شما کل، تا
تو انسان، آقای کچله به قول شما کل، تو انسان و یا دشنام میتن، توهین میکنن، چیز منطقی نداره. تو مادرت شیر داده؟ گوش کن چی میگم. امین مادرت برای تو شیر داده یعنی که در دهنت شاش کرده. به درد زنای افغانستان بخوره. زن افغانستان استادیوم فوتبال میخواد شکار. و اینا نمو به این آدم چی بگه؟ این من در کجا گفتم تمام مردم افغانستان خرد؟ گفتم 80% خرست، از این حرفم پشیمانم نمیشم. اینا رو خودت که در خود و بین 80% من دازه خیلی گناه من چی هست؟ 20% انسان های خوب است. افغان های از بد پدر تو خره نالد، بد پدر اصلت نالد، بد پدر نسبت نالد، او پدر نالد کم حاصل، او پدر نالد کم ظرف، خر خطوست او نجس، بد پدر پدرت نالد کده خر گفتن. خب دوستان عزیز، این ویدیو رو هم دیدین که این زن کثافت به انسان هایی که موی نداره توهین میکنه، میگه کل مچم کچل و چطورکایی. خب بیاین از اون ویدیوش هم میگذاریم، بیاین لطف کنید همی دروغ شاخداره که این زن میگه. ای به خاطر از این شال سرش میکنه که سگ سپاه پاسداران ایران است و در انگلیس مقررش کرده، با او خاطر میه در هر ویدیو خود شال میپوشه و در اصل چهرهش اینمی رقم است. شما دوستان از ببینید دروغش رو ببینید که میگه که من یک ذره شالم رفته بود پس و ویدیوی مرا مانده بود، منظورش من بودم که ویدیوش پس کردم به خاطر از اینکه حالی یک ادعای پوش کرده، یک دروغ گفته، میخوام که همون ویدیوش پس بانم. شما لطف کنید همین ویدیو رو دوستان عزیز ببینین. از عکس من، عکس بدون روسری من، که من روسری الان اینجاست، یه خورده رفته بود عقب‌تر. سر همین من وکیل گرفتم دارم شکایت میکنم. 10000 دلار دیدین دوستان عزیز، این می خانم است که مس بسیار دروغ میگه. یعنی تو دروغ میگه یکی خوشحالیتر است. ما صدای گنده زمین رو ببینین که دل آدم رو بد میکنه، این رقم اقدر صدای شلیتگریه. خب دوستان عزیز دیدین که صدای این زن چقدر دلخراش است و چقدر دروغگوی است که میگه یک ذره شالم رفته بود پس و ویدیوی مرا، عکسای مرا مانده بود که گویا من به حجاب هستم، در صورتی که شما ویدیو ازش دیدین که دروغ میگه و این در اصل برای خودش آزادی میخواه و برای ملت شریف ایران که در ایران است میخواه که نشان بده که شما باید حجاب در سرتون کنید و من در انگلیس در سرم کردم به خاطر ای که سگ سپاه پاسداران هستم. شما ملت شریف ایران هم همون تو خاک بر سر باشین و شال در سرتون کنین و آزادی حق شما نیست. و شما میبینید که زن خودش در انگلیس به حجاب میگرده و برای ملت ایران میخوای بگویه که شما باید حجاب در سرتون کنین به خاطر اینکه برای سپاه پاسداران ایران کار میکنه. ای زنکی ترانس، ما چون ترانس است یا چیز، بسیار ببخشید من نمیخوام توهین بکنم، منتها همینجا در کامنت نوشته کده بود. خب دوستان عزیز، شما ویدیو را دیدین که اینمی زن کثافت چطور دروغ میگه در صورتی که هیچ شالی را سر نمیکنه در انگلیس و آزاد آزادی خواه میگرده، ولی برای ملت شریف ایران که در ایران است میخواه بگویه که شما باید شال در سرتون کنین. این اما در بریتانیا ششتم شال در سرم کردم، شما باید به حکومتتان احترام بگذارید، به اینمی حکومت کثافت آخوندی نجات پرست تروریست. وی به ملت شریف ایران میگه، با عموم ایرانیان که آزادی خواه و دموکرات هستن و در اروپا و امریکا زندگی میکنن و اصلا در کار کسی غرض نداره، نه نجات پرست هستن، نه آدم های خرابی هستن، واقعا هستن. واقعا من من حیث یک افغانی گپ میزنم، من با معروف ترین سینماگرای ایران دوست هستم که اصلا در کار افغانستان هیچ دخالتی نداره. بله، مثل اینمی زن و اینمی امید دانا کثافت، اینا همیشه افغان ها را میکوبن و به انواع مختلف میخواین که وارد جامعه افغانی شه و جامعه افغانی را از بین ببره. شما میبینید که همین زن خودش یک زن بی سواد دهاتی اومده به ما و شما درس زندگی را میده که ای را باید ای رقم کنین، او را باید او رقم کنین. همایون افغان تباه و برباد ساخت، همایون افغان بیچاره ساخت، سردار نظری را بیچاره ساخت و همچنان طاهره را طاهره مظلوم و بدبخت ساخت، اولادایش به سرنوشت ساخت. اینمی زن، پس لطف کنین اینمی کمزاد و پویا را دیگه هیچ وقت برنامه از آدم پست رزیل بی شرف نبینین
و لطف کنین امیر آن سابسکرایب کنین. ما در برنامه قبلی گفتم که را سابسکرایب برنامه‌اش ببینین، برای اینکه یک گدایگر است. حالی که فهمیدم که سگ سپاه پاسداران ایران شده، لطف کنین برنامه‌اش نبینین و آن سابسکرایب کنین و رپورتش کنین کسافتا. بیاین اینمی برادر اینمی زن که از چینل کمزاد صحبت میکرد، همراه بچه مامایش ببینین که به افغانا چی گفتنی دارم. در زم افغانام حواستون باشه زیر این پست گوه زیادی نخورید. در زم افغانام حواستون باشه زیر این پست گوه زیادی نخورید. در زم افغانام حواستون باشه زیر این پست گوه زیادی نخورید. کسکش بی‌ناموس خارکستا، آدرس بدید. کسکش بی‌ناموس خارکستا، آدرس بدید. دیدین دوستان عزیز، این برادرش بود که به افغان‌ها چنین صحبتی را میکنه و دیگم بچه ماما یا پسر داییش فکر میکنم خود معرفی میکرد. من قسمت اولش هم ماندم. وقتی شما بدون هیچ دلیل یک کسی را نجات پرست میگین، مثلا مرا گفته بود، عاقبت دینمی رقم میشه که فردا پس فردا باید متاسفانه فامیلش خانم بفرسته به تیمارستان که اونجا بستریش کنه، به خاطر که واقعا دیگه دیوانه شده. دیگه شاید در سر سرکا اگر کدام افغان ببینه یا هر انسان دیگر شاید چنگ پرته و مثل شغال حمله بکنه. جالب اینجاست دوستان عزیز که من میگه تو بچه باز هستی. بله، شما این ویدیو رو دوستان عزیز ببینید. با سلام و درود به ملت شریف افغانستان. من همین الان رسیدم فرودگاه افغانستان، دارم میرم سمت ولایت قندار. برایم دعا بکنید دیگه، سالم برگردم. میفهمین که چی میگم. بسیار معذرت میخوایم از نشر ویدیو. ای بچه که بسیار شوخ و شوخ‌طبع و ساتیر است. سلام ملت شریف افغانستان، من فقط رفتم قندار یه سفر، برگشتم. الان که رسیدم خونه میبینم شکمم اومده بالا. من حامله‌ام، ای خدا چیکار کنم؟ بفرست برای بابای بچه‌ش. ای خدا، میخوام به ملت شریف افغانستان کون بدم. عرضم به خدمتتون که ما افغانی هم دست دوم نمی کنیم، دست اول می گیریم، دست دوم تحویل می دیم. از افغانی ها بکش بیرون. دوستان عزیز، شما ویدیو را دیدین. از نشر ویدیو من منظور خاصی نداشتم، فقط خواستم یک ذره برنامه را جالبتر بسازم برای شما که خانم مرا گفته که تو بچه باز هستی. اینمی خانم روانی شیری که زندگیم سرش خبر شد و خود دارش نشان بده که این بچه باز است. یعنی من نمیخوایم توهینش کنم واقعا، ولی این بچه از اینمی آریان جان عارفی که است، از مشهد ایران است و ویدیوهای جالب میسازه، ویدیوهایی که واقعا آدم خنده میده و خداوند موفق داشته باشیش. منظور من از ساختن این ویدیو ای بود که شما اینمی کمزاد پویا را بهتر بشناسید که واقعا کمزاد است و رفت اینمی خانم از چینلش را داد، معلم زندگی کردن ما افغان ها ساخت و معلم ساخت برای طرز یا دادن طرز زندگی به ما افغان ها که خودش این کمزاد خودش از یک اطراف افغانستان، البته کدام چیز نیست، عیب نیست، خسته آمده مثلا یوتیوبر شده، در یوتیوب یک چینل ساخته. ای فکر میکنه که کل افغان ها مثل از ای اطراف کلان شده، با او خاطر ای خانم ایرانی که در یک اطراف ایران کلان شده و هیچ چیزی را ندیده، یک دفعه رفته در چیز در بریتانیا، ای را میگه که چیز ای یک آدمی است که به ما و شما طرز زندگی را یاد میده که چی رقم زندگی کنیم. آدم کمزاد بشرف، ای به تو یاد میده، به تویی که خودت از یک اطراف میایی، به ملت افغان که در اروپا زندگی میکنه، در امریکا با مدرن است، با او نمیتونه ای زن روانی طرز زندگی را یاد بده. این خودش یک زن بی سواد نادان روانی است که واقعا تکلیف روانیش زیاد بود و زیادتر شده در یه واخر که در بین ما افغان ها داخل شده و مداخله کرده. واقعا از طرز صحبتاش در ویدیوهاش دیده میشه که دیگه میخی دیگه زنجیری شده، باید بستیش کنه فامیلش و حتی فامیلش هم آمده، ولی دیگه افغان ها را دشنام میته. دیگه شما فکر کنید، من نمیفهم واقعا که این فامیلش هست یا نه، ولی اینمی ویدیو را به واتساپ ما اینمی هموطنان افغان ما یا ایرانی ما، من واقعا نفهمیدم کی روان کرده بود، گفت که اینی دشنام به خودت و به همایون افغان و به سردار نظری و به او یوتیوبرهای دیگه که
یعنی می خانم آزار داده داده و همچنان دیگه افغانا را. من نمیفهم که یا کی بودن که قدر دشنام می افغانا را. ولی اصل گپی است که من من حیث یک افغان ملت شریف ایران دوست دارم، دوستایم هستن، هنرمندایش دوستایم هستن، هنرپیشه‌هایش، و من نمیخوام که شما ایرانی گفته در زیر کامنت ها ملت ایران دشنام بتین. حکومت تروریست رژیم آخوندیش هر چیزی که میگین بگوین، ولی خود ملت ایران به هیچ صورت شما حق ندارین که در زیر ویدیوهای ما دشنام بتین. برای از اینکه اگر ده دانه ایرانی بد است، حتما یکی دهش خوب است. اگر ده دانه افغان بد است، یکی حتما دهش خوب است. کلگیر ما نباید جمع ببندیم. و این خانم یک زن روانی است که نمیتونه از یک ملت شریف ایران نمایندگی بکنه. این زن از سپاه پاسداران ایران نمایندگی میکنه به خاطر اون مو شالای رنگارنگی که میپوشن میاد ویدیو، و اصل چهره شون مینمی بود که ایرانیای عزیزی که روشنفکر هستن و مدرن هستن و طرفدارای رضا شاه پهلوی هستن و میفهمند که این زن روانی است. اگر روانی نباشه نمیشینه با شالای رنگارنگ از بریتانیا نمیه. واقعا اون مو آزادی خود میخواه از انمی حکومت تروریست ایران و این قسم گپا را نمیزنه. من واقعا نمیخوام زیادتر از این صحبت بکنم، ولی این زن خوب شد که گم شد. این حالی از کدام کانال خود ساخته از اونجا صحبت میکنه، و انمی هم منظورش بود که بره خود مطرح بسازه در بین جامعه و بره برای خود یک کانال بسازه. میخواییم به شما دوستان عزیز بگویم که واقعا اگر میخواییم که اینمی زن کثافت گم شوه، هیچ برنامه از این بی‌شرف نبینین. هر کدام هر جایی که دیدین بلاکشان کنین، رپورتشان کنین، برای از اینکه میخواه از احساسات پاک شما افغانها و ما افغانها پول در بیاره و برای سپاه پاسداران ایران جاسوسی بکنه. و ما واقعا از ملت شریف ایران ممنونم که واقعا ممنون هستم از ملت شریف ایران که برای من ویدیوهای رنگارنگ روان میکنن و با من در تماس هستن، و در آینده من حتما صحبت میکنم که اینا چه چیزهایی را به من روان میکنن و من میخوام که بالای صحبت بکنم. و در آخری که دوستان عزیز، این زن یک روانی است و این برادر و بچه مامایش نمیخوام کیش است که افغانا رو دشنام دادن، یا نمیتونن از ملت شریف ایران نمایندگی بکنه. هر چیزی که میگین به خود اینمی زن بگوین، قبل از هر کس به کمزاد پویا بگوین، باز به اینمی زن، باز به حکومت رژیم تروریست ایران بگوین، ولی به ملت شریف ایران اصلا دشنام نتین. خواهش میکنم از پیشتون، به خاطر اینکه این اصلا کار درستی نیست، واقعا کار درستی نیست عزیزان دل. دیگه اینمی اصلیت شهزاد پویا و اینمی زن بود. واقعا من میفهم که ویدیویی که من میسازم اونقدر بیننده نداره، به خاطر اینکه این زن و این کمزاد برای کسی هیچ مهم نیست که درباره از یا چیزی بشنون، ولی خواستم که براتون بگویم که اینمی زن، اینمی قسم یک زن پس فطرت بود که از احساسات پاک شما استفاده کرد به خاطر معروف شدن خود. شمایی که مرا میبینین، شمایی که درجه یک یعنی یک طرفدار درجه یک که اینمی زن بودین که میامد اینمی گپا را میزد، طرز زندگی را برایتان یاد میداد، امروز رفته برای خودش چینل ساخته، از چینل خودش صحبت میکنه که بیای خود معروف بسازه، و ما یعنی نظر ما بود که چینل بسازه و درباره ملت خودش گپ بزنه، درآمد کنه. ای باز رفته در چینل خودش افغانا را میکوبه، میگه افغانا به فرهنگ هستن، فرهنگ شما بچه بازی است، مچمچی است و چی نیست، بچه بازا هستین، دیگه هستین، دیگه هستین. این زن کثافت واقعا دیگه نبینین. شب و روز خوشی داشته باشین. بسیار بسیار معذرت میخوایم از اینکه ویدیوهای خارج از چوکات براتون نشر کردم. خواستم یه ذره بخندانمتون. و اینمی آریان عارفی که است، واقعا یک بچه هست که از مشهد ایران است، یک کمدین است، و واقعا ما به شخصیتش احترام میگذاریم. یکی همجنسگراست، انسان است، و ما نباید او را هر دقیق بشینیم که همجنس باز است، بچه باز است، ایزک است، یک بار برش نزنین. خواهش میکنم، انسان انسان است، هر چیزی که است. درباره یوتیوبرهای دیگه برای ما وایس مسیج فرستادن، همسنفیهایش، کسایی که کتش یک جای بودن که همراهش چی کارها را کرده که من نمیخوایم نشر بکنم،
یوتیوبرهای افغان ما. من واقعا طرفدار چنین چیزی نیستم، ولی اگر روزی دیگه زیادتر از این دیگه بیگانه پرستی در بین یوتیوبرها شروع شود، باز من میمونم و چیزها را واقعا نشر میکنم. شب روز خوشی داشته باشین دوستان عزیز، خدا نگهدار شما.